بردگی رسمی در زندانهای ایران. در ایران تحت حاکمیت آخوندها، زندانیان مجبورند در طول مدت حبس خود برای تأمین هزینه‌های زندان و همچنین برای کمک به خانواده‌هایشان کار کنند. رسمی‌ترین نوع کار برای زندانیان، اشتغال در کارگاه‌ها یا تبعید به مناطق دورافتاده برای کار در معادن است. طبق قرارداد استاندارد، 3/4 حقوق زندانیان به مدیران زندان تعلق گرفته و تنها 1/4 حقوق به زندانی تعلق می‌گیرد. مثلا اگر حقوق ماهانه زندانی 200 دلار تعیین شود، 150 دلار آن به جیب مدیران زندان می‌رود و تنها 50 دلار به زندانی داده می‌شود. بسیاری از زندانیان جرایم مالی در ایران عموماً کسانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در حال حاضر دست کم در 1675 کارگاه وابسته به سازمان زندان‌ها نزدیک به 100 هزار زندانی به کار گرفته می‌شوند. به روشنی می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که حداکثر 20% دستمزد زندانیان به آنان پرداخت می‌شود، چه سود هنگفتی به جیب مسئولان دزد و چپاولگر قضایی می‌ریزد. واردگران حکومتی تحت عنوان بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان متولی اشتغال در زندان، تمامی سودهای کلان میلیاردی حاصل از کار ارزان زندانیان محروم را با طرح‌های ضد انسانی خود بالا می‌کشند.